فرشاد متقی، مجری و گوینده برنامه اتاق خبر شبکه من و تو، متولد مرداد ماه سال 1347 در رشته. او تا سن 17 سالگی در رشت زندگی کرده و بعد به تهران مهاجرت کرد. فرشاد در دبیرستان ادبیات خونده و تحصیلات دانشگاهیش در زمینه مدیریت کسب و کاره. فرشاد متقی از سن 24 سالگی به انگلیس مهاجرت کرد و اولین شغلش در این کشور بود. 9 سال برای روزنامه ایرانی نیمروز در این کشور کار کرده و به گفته خودش اگر میتونستم یه کار دیگه انجام بدم شاید در زمینه فشن بود، چون به کار فشن خیلی علاقه دارم و در دوران جوانی یه مدت کوتاهی به عنوان مدل فعالیت داشتم، شاید به خاطر ظاهرمه. فرشاد میگه خیلی ها به من لقب جورج کلونی رو دادن. همه به هم میگن موهام که رنگ جو گندمی هست رو خودم رنگ میکنم. ولی نه، این رنگ خود موهامه و به صورت طبیعی این رنگی هست. و از سن 17 سالگی موهام شروع شدن به سفید شدن. اول یکی دوتا تار سفید داشتم ولی بعد زیادتر شدن. و الان که توی این سن هستم اونقدر موهام سفید شده که شبیه بابا نوئل شدم. فرشاد متقی در سال 71 با خانومی به نام آناهیتا کامران ازدواج کرده و یک پسر به نام آریو داره که متولد 90 هست و میگه در روز ولنتاین به دنیا اومده. یک دختر به نام آریانا داره که متولد 79 که در شبکه من و تو فعالیت داره. در حال حاضر یکی از مجریان جوان شبکه من و تو که برای اولین بار در برنامه گپ تایم جلوی دوربین رفت آریاناست. و با توجه به انگیزه بالا و هدفی که برای کارش داشت خیلی سریع در حرفه خودش به موفقیت رسید و از مجریان پرطرفدار این برنامه شناخته شد. آریانا مثل پدرش خیلی به مدلینگ هم علاقه داره. او مدتیه که با محمد، یکی از اعضای شبکه من و تو که هر دو در برنامه سفاز و نیم کار میکنن، رابطه عاشقانه ای داره و عکس های دو نفری زیادی در اینستاگرامش منتشر کرده. فرشاد در روزهای پایانی شبکه من و تو با انتشار پستی از مرجان و کیوان عباسی نوشت: دیروز توی شبکه شاهد 10 ساعت اجرای زنده با یک تیم حرفه‌ای و دلسوز بودم که جسم و روحشون با من و تو پیوند خورده. تقریبا همه نگران این بودیم که هر لحظه کنترلمون رو از دست بدیم و جلوی دوربین بزنیم زیر گریه. بعد از قرمز شدن صفحه تلویزیون و به پایان رسیدن من و تو، این فقط صدای گریه های ما بود که سکوت رو میشکست. تا اینکه شاهو با شجاعت بغضش رو کنترل کرد و حرف دل همه بچه ها رو زد. من که الان هم اشک امونم نمیده حتی این چند خط رو بنویسم، چه برسه به سخنرانی کردن جلوی کیوان و مرجان. حرفای شاهو حرف دل همه ماها بود و جوابی که کیوان و مرجان دادن نمایانگر عشق و علاقه این زوج خستگی ناپذیر و موفق نسبت به ما بود. تا اینجای ویدیو لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله ویدیوها رو روشن کنید. آقای کیوان عباسی و خانم مرجان عباسی، از صمیم قلب دوستتون دارم. سپاسگزارم که از تمامی زحمات بی‌وقفه‌ای که در این 14 سال کشیدین برای اداره و مدیریت شبکه‌ای که هموطنان ما در داخل ایران بهش میگن تلویزیون ملی ایران. سپاسگزارم از تمام تلاش‌های شما برای آگاه کردن ما از تاریخ و گذشته درخشان کشورمون و اینکه به ما یاد دادید همیشه امیدوار به آینده و شکست ناپذیر باشیم مثل خودتون. با انتشار پست کیوان عباسی در کانال من و تو مبنی بر تشکر و قدردانی از کارکنان شبکه من و تو، فرشاد زیر این پست اینگونه نوشت: کیوان جان، ممنون از شما و مرجان خانم که 14 سال از زندگیتون رو بیوقفه به شبکه من و تو اختصاص دادین. میگم بیوقفه چون شاهد بودم که شماها کسی بودین که تعطیلات براتون معنی نداشت، حتی تعطیلات آخر هفته هم در شبکه بودین. من که 9 سال از زندگی کاریم رو در کنار شما گذروندم، به جز صداقت و وطن پرستی چیز دیگه از شما ندیدم. به عنوان یک ایرانی از تمام تلاش‌های شما برای آگاهی رسانی بدون غرض، ایجاد روزنه امیدی برای هموطنانمون در داخل کشور
احیای فرهنگ اصیل ایرانی و کشوری آزاد و یکپارچه از شما سپاسگزارم. همکاری با شما برای من افتخار بزرگی بود. پیام مخاطبان شبکه در پست قبلیم نشون میده که بینندگان هم با من هم عقیده هستند. به امید ایرانی آزاد، آباد و به دور از استبداد. همچنین فرشاد در صحبت‌های در برنامه من و تو پلاس که شاهو و ساغر مجریان این برنامه بودند گفت اینجا مثل خونه همه ما هاست. اما اون حسی که من دارم شاید یه مقدار بیشتر از بقیه بچه هاست. بیننده های ما همه می دونن من دخترم اینجا کار می کرده و آریو پسرم که الان 13 سالشه و اون موقع فقط 5-6 سالش بود توی تمام برنامه های ای بیشتر برنامه های نوروز تو این 5-6 سال اول رو شرکت داشت و بهش پارت می دادن. آریو هم می اومد و با عشق این کارها رو انجام می داد. و بعد دختر من اومد اینجا شروع به کار کرد. آریانا رو همه می شناسند و برای من این حس رو داشت که وقتی من اینجا کار می کنم بچه من در کنار من داره کار می کنه. چی شیرین تر از این واسه پدر که ببینه فرزندش یه جای امن، یه جایی که اسمش خونه است داره کار میکنه. و در پایان صحبتهاش گفت قرار گرفتن جلوی دوربین در آخرین روز من و تو یکی از بزرگترین چالش های من در طول این 9 سال بود. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودین و با لایک ها و کامنت هاتون از من حمایت میکنید.